بچه بریم سراغ نمونه سال دیماه 99. ما شهریور رو بررسی کردیم، حالا بریم دیماه 99 هم بررسی کنیم. جای خالی ها رو خودتون میتونید برید ببینید، ولی خب من هم اینا رو میگم. جای خالی تقریبا میتونیم بگیم، بازم قول داده بودم یه قسمتی از کتابه که اون قسمت رو بهتون معرفی میکنم، توی این قسمت هم میایم با هم بررسی میکنیم، حفظش کنید دیگه اون تیکه ها رو، حالا حفظ روی برگه بشه یا حفظ روی قسمت دیگه، دست خودت. بریم بچه سراغ این جا خالی ها. میگه پیشامد جا خالی وقتی رخ میده که پیشامد آ رخ بده، پیشامد بی رخ نده. خب چی بنویسم؟ آ رخ بده اون رخ نده، پس میشه چی؟ آ منهای چی؟ بی. اگه اینو خونده باشید بلدید، نخوندیدم یک کوچولو از بغل دستتون بپرسید اینو بهتون میگه، اشکال نداره. نگاه کنم توی نمونه سوال قبلی دیدید من گفتم تعداد جایگشت انشه تکرار داره، اینجا هم همونه، تعداد جایگشت انتایی از انشه متمایز میشه n فاکتوریل قسمت p. میگه جای خالی داده ای که نصف داده ها از اون کمتر، نصف داده ها ازش بیشتر. اومده میگه مسئله حل کردیم ما، یه سوال حل کردیم. چی بود بچه ها؟ میانه بود دیگه، میانه. میگه که بیان مسئله و فهم آن، والا باور کن منم گاما اینو درست نمیدونم، یعنی نرفتم بخونم، ولی فکر کنم میشه گام اولین گامه دیگه. یه کاغذیه، حالا اگر که توی همینه فکر کنم، این توی همینه فایلم، یه لازه اجازه بدم من فایلم رو باز کنم. تفکیکی دیه سه ببینم همینه، آره همینجاست. یه تیکه از کتابتون رو اون صفحهش رو ببرید با خودتون داشته باشید، هیچ اشکالی هم نداره. کام اول، دوم، یه خورده بیام پایین تر. گام اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، پنج تا گام داریم. این پنج تا گام رو حفظش کن، حفظ نگردید چی بگم دیگه، الان یقین ما رو نگیرن، تقلب کن ببر با خود سر جلسه امتحان دیگه، این توی جیبت بذار ببر اونجا، اصلا قوت قلبم میگیری که اینو با خودت داری، یادت رفت میتونی استفاده کنی. میگه تر و برنامه ریزی، شیوی اندازگیری، روش نموگیری، روش کار. میگه بحث و اینا نگاه کنید، اینا شماره هاش، الان اینا مراحل کارم. اگر توی متنتون نوشته بود تفسیر نتایج، نوشته بود نتیجه گیری، نوشته بود نقد و بررسی، نوشته بود ایده های جدید، میشه گام چندم؟ گام پنجم، بحث و نتیجه گیری. حالا اینجا نگاه کنید این بالا که خورده بیام بالاتر، یه خورده بیاد نمیاد. بیان مسئله، البته اینجا گام رو نوشتیم، این کتابتون رو، صفحه کتاب دیگه خودتون برید پیدا کنید، همون رو ببرید کنید. تیکه اول میشه گام اول. حالا اینجا توی این سواله چی گفته بود؟ توی این سواله گفته کجاست؟ بیان مسئله و فهمه و همین قسمت بود دیگه، اومدم نوشتم چی اوله. میگه هرچه پراکندگی متغیر در جامعه بیشتر باشد، برای اطمینان از وجود تنوع به اندازه، میگه بیشتر دیگه، یادتونه یه دونه جا خالی بود توی سال قبلی گفته بود اندازه نمونه ثابت بمونه، وقتی جامعه بزرگ میشه گفتیم اشتباهه، گفتیم جامعه بزرگ بشه نمونه هم باید بزرگتر باشه دیگه. خب اینم میشه چی؟ اندازه نمونه بزرگتری احتیاج داریم، به اندازه نمونه بیشتری احتیاج داریم. این سراغ این دوتا پایینی، نه دوتا نیست، چند تاست، درستی و نادرستی هر کی از اینا رو بگید. میگه معیاری مانند میانگین به ما کمک میکنه بدونیم داده ها در کجا متمرکزن. آره درست میگه بنده خدا دیگه، میگه کجا متمرکزن دیگه، یعنی وسط، یعنی همون نقطه ای که اینا تمرکز دارن کجاست. این درست، میانگین همینه، میانه هم که خودمون گفتیم دیگه، وسط، نصف بیشتر نصف کمتر، این درست. برای توصیف داده های کیفی، اینم بود توی نمونه سال قبلی، اگر اینجا نوشت کمی این اشتباه میشد، کیفی گزارش درصد باید با گزارش تعداد همراه باشه،
این هم درست. دامنه تغییرات از گرایش های به مرکز، گرایش به مرکز بچه ها همین دوتا هم. دیگه هرچی دیگه گفت بگید گرایش به مرکز نیست، گرایش پراکندگیه. میگه دامنه تغییر از کجا تا کجا قراره چی بشه؟ تغییر کنه. پس من میگم این اشتباه داره میگه. وقتی داده های دور افتاده نداریم، میانه شاخص مناسب تری از میانگینه. اینو توی پاسخنامه امتحان نهایی اشتباه گفتن نه؟ احتمال زیاد موقع تحصیل 100% این اصلاحیش اومده، ولی اونی که توی اینترنت بگردید پیدا کنید اینو نوشته درست. این درست نیست بچه. وقتی داده دور افتاده داریم از میانه استفاده میکنه. حالا میگه دارید داده دور افتاده نداریم، باید بریم سراغ چی؟ میانگین. صحیحشو دارم می‌نویسم براتون، میانگین. پس این اشتباه گفت. وقتی داده دور افتاده باشه میریم سراغ میانه. توهی یک پیشامد جو گفته دیگه. توهی یک پیشامد، توهی هیچیه. چجوری میتونه حتمی باشه؟ این هم باشه. توهی یک پیشامد نشدنیه بچه ها. نشدنی. خب این از جا خالی ها اینجا. بریم حالا سراغ این سوال. رسیدیم دوباره به ترکیبیات. توی ترکیبیات خیلی هم سخت نیست. میگم سری قبلی اومده بود فکر کنم یادم نیست با چه چیزی که اومده بود گفته بود. اینجا گفته نفرات آورده. مهدی از بین 3 کتاب ریاضی، 2 کتاب عربی، 4 کتاب ادبیات به چند طریق میتونه یک کتاب انتخاب کنه. اسم کتاب آورده، گفته چه کتابی، هیچی نگفته. بریم حالا اینو ببینیم، از اینجا بررسی کنیم. سوالش کجاست؟ این سوال پیداش بسن کنید. مهدی رو پیدا کرد. این مهدی، مهدی میخواد یک کتاب انتخاب کنه دیگه، درسته؟ مهدی میخواد یک کتاب. کتاب هم براش مهم نیست چه کتابیه، چند تا کتاب داره؟ 3 تا کتاب، 2 تا کتاب عربی، 4 تا کتاب ادبیات. حالا من ایراد نمیگیرم از سوالها، سوال یک کوچولو ایراد داره، چیکار داریم به ایرادش؟ بدش کنیم. یک کتاب میخواد انتخاب کنه، میگیم یکی از بین چند تا کتاب میخواد انتخاب کنه، 4 تا، 2 تا، 6 تا، با این هم میشه چند تا؟ 9 تا. یکی از 9 یک عدد یک اومد پایینش، عدد بالایی رو بنویس، میشه 9. حالا یک کتاب ریاضی یا عربی یا ادبیات انتخاب میکنه. پایین اومده گفته یک کتاب ریاضی، یک کتاب عربی و یک کتاب چی؟ ادبیات انتخاب کنه. با احتمال اشتباه نگیرید، اصلا اسمی از احتمال نیومده، کسری اینجا وجود نداره که من بنویسم پی آ مساوی با فلان. چی گفته؟ فقط گفته انتخاب کنه. اسم از انتخاب اومد، برید اینو بنویسید. چی کار دارید دیگه؟ چیه؟ شما اینو سریع بنویسید. میگه یک کتاب ریاضی، میگم آره. یکی از ریاضی ها. میگه یک کتاب عربی، میگم بازم یک کتاب عربی از دوتا. اینو نخونید بچه ها، 2-1. زشت آدم اینو بخونه 2-1. یکی از دوتا. میگیم یکی هم از چند تا؟ 4 تا انتخاب کنید. حالا مسئله اینه بینشون رو به علاوه بنویسم یا بینشون رو ضرب بنویسم. ما ابتدای یه اصلی داشتیم، دوتا اصل البته، یه اصل ضرب داشتیم یه اصل جمع. توی اصل ضرب کار می اومد چند قسمت میکرد، هر کدوم از این قسمت ها رو می اومد به روش مختلف انجام میداد، بینشون ضرب میداد. ولی اینجا چیه؟ اگه نگاه کنیم اصل ضرب دیگه کار چند قسمت کرده؟ یه بار ریاضی، یه بار عربی، یه بار هم چی؟ ادبیات. کلمی و بینشون آورده، بازم بفهمی ضرب بینشون. پایین همین ها یک 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 دیگه. خب یک یک یک، این اولی میشه 3، این میشه 2، این میشه 4. میاره از که نریم همون مدلی بنویسیم 3 فاکتوریل به روی 2 منهای 1، 3 منهای 1 فاکتوریل ضرب در 1. نمیخواد، اینو نمیخواد. کسی بابت اون بهتون نمره نمیده. میدن البته، ولی من میدونم خرابش میکنین، این کار نکن. 3 تا 6 تا 6 4 تا 24. این عزیز بریم سراغ سوال بعدی. میدی کارش تموم شد. با ارقام 1 2 4 7 9 چند عدد 3 رقمی بدون تکرار قراره بنویسیم؟ بدون تکرار
سه رقمی خونه سه خوابه. یادتون میاد اونجا قبلیش خونه چهار خواب بود، اینجا خونه سه خواب میرم میکشم. بریم خونه سه خواب اینجا بکشیم. خب بازم اینجا مهندسی ساز باشه، اینو دیگه دست میرم. این یکی، اینم دوت. سه قسمت شد دیگه، گفته بود چهار رقمی چهار قسمت، پنج رقمی پنج قسمت میکرد، پنج تا اتاق. خب حالا اینجا چیکار کنم؟ توی امتحان نامه زیاد دنبال چالش نمیرم بچه ها، یعنی اگر اینجا صفر مینداخت چالش داشت، صفر رو نمیذارم. خب بریم چیکار کنیم؟ میگه که چند عدد سه رقمی فرد بدون تکرار ارقام میتونیم بنویسیم. اصولا اگر خونم بود، افراد بودن، اتاقی رو اول یا خونه‌ای رو به کسی میدادیم که شرایط خاصی داشته باشه. توی این شرایط خاص مال کیه؟ میگویم بچه این یکانه، این دهگانه و این هم چیه؟ صدگانه دیگه. خب الان اینجا برای اینکه عدد فرد باشه شرایط کی ویژه است؟ خب یکان دیگه. برای اینکه عدد فرد باشه یکانش باید یه عدد فرد باشه که عدد بشه فرد. میتونه امتحان نهایی اینو عوض کنه، بنویسه یه عدد سه رقمی زوج بدون تکرار. دیگه میگیم رقم یکانش باز زوج باشه. پس اگر اولویت توی انتخاب برای اتاق باشه، میرم خونه یکان اول پر میکنم. یکان میتونم به چند نفر اینجا بگم شما شرایط اینو دارید که اینو انتخاب کنید. خب یک میتونه بیاد اینجا بشینه یه حالت، هفت میتونه بیاد دو حالت، نه هم میتونه بیاد سه حالت. پس اینجا میشه چند حالت؟ سه. یه موقع اشتباه نگیرید بگید من اینجا سه رو میتونم بنویسم، نه، این سه تا حالت. چون میگه تکرار ارقام رو بدون تکرار باید باشه، یکی از خونه ها وقتی پر شده یه نفرشون خونه دار شد رفت، یه نفر رفت. کی رفت؟ مثلا نه رفت. حالا چند نفر دیگه متقاضی خونه بعدی هستن؟ از این شروع کنم یا از اون یکی فرقی نمی کنم، ولی خب این زورش بیشتر صدگانه. میرم از این شروع میکنم. یه خونه پر شد، یک دو سه چهار پنج تا بود، یه خونه رفته، پس میشه چهار تا. دو تا خونه پر شد، دو نفر خونه دار شدن رفتن، اینم میره میشه چند تا؟ سه تا. چهار سه تا دوازده، دوازده ضرب در دو سی و شش. چرا ضرب کردم؟ بدش ضرب کرد، خیلی مهمه. اصل ضرب دیگه کار سه قسمت کردم، یک مان درگان سر دیگه. این از این سو. بریم سراغ سال بعدی. به به، این سال پنج دقیقا سال کنکور هم همین شکلی بهتون میدن، اینو یاد بگیرم. توی سال پنج امتحان نهاییش هم یه جوری بنویسیم که ازش نمره هم بیرون بیاد. هیچی هم بلد نماشیم، حداقل از این از تحصیل کننده نیم نمره 25 زدم میگیریم. چیکار کنیم؟ اسم احتمال رو برده دیگه. اسم چی رو برده؟ احتمال. من هم میرم تو برگه امتحان هم می‌نویسم چی؟ اینجا اسم از احتمال رو برده، من هم می‌نویسم پی آ. قرارمون بر همین بود ان آ به روی ان چی؟ اس. 25 داد. یعنی اونایی که توی امتحان نهایی میان می‌جنگن برای گرفتن هفت، برگه رو خالی گذاشته، بعد اون پایین تومار نوشته که اگر میشه یه کاری بکنی نمره بیاریم. حساب بانکی باز نگردی چجوری میتونیم ماشین برندش؟ حتی دیگه بانک ها ماشین نمیده. خب حالا اینجا چیکار کنم؟ میگه پی آ ان آ به روی ان اس. خب میگه از هر، خب چیکار کنم؟ نگاه کنید، میگه چهار تا مورد، دو تا مورد، دو تا مورد، چقدر هم مورد داده. کل مورد ها چقدره؟ چهار و سه هفت با دو میشه نه. کل مورد ها رو همیشه بشمار. بعد میگه چند تا مورد انتخاب کنم؟ میگه سه تا مورد. همینجا وایسا، همینجا جلوتر نرو. میگه چند تا انتخاب کنیم؟ سه تا انتخاب کنیم. پس اینجا مینویسم سه تا از بین این مورا، سه تا از بین چند تا؟ نه تا. اینو بنویس. اول سوال میشه اینو خوند. این کیسه و موره مدل حل همشون هم این شکلیه بچه. پس پی آ مساویس با ان آ به روی ان اس، خط کسری رو کشیدم جلو نرفتم، همینجا که گفته بود سه تا رو انتخاب کنم نوشتم سه تا از نه تا. خب تا اینجا باور کنید، فکر کنم نصف نمره بیشتر هم گرفت.
مطلوب است محاسبه احتمال این که رنگ سه مهره متفاوت باشه. از اینجا به بعد دیگه رسوبه تنوع سوالات زیاد میشه. میتونه بگه مثلا دو تا مهره باشه سفید، یه مهره باشه زرد، میتونه بگه دو تا باشه آبی، یه دونه باشه زرد، میتونه بگه مهره ها هم رنگ باشن، میتونه بگه مهره ها متفاوت. متفاوت بودن یعنی چی؟ خودتون یه خورده فکر کنید دیگه. متفاوت بودن یعنی یه دونه سفید، یه دونه زرد، یه دونه آبی. خب پس من میام میگم یکی آبی، یکی از بعدی میام میگیم یکی از چند تا چند تا کجا سه تا زرد و یکی دیگه هم کی میشه؟ سفید میشه. بینشون رو بیام جمع بنویسم. هیچی دیگه، تیر خلاص زدی به سوال رفت، نمرت پرید. جمع نمیشه بینشون. بگی چرا جمع نمیشه؟ کار شما با یه دونه انتخاب کردن که تموم نشده، قرار بود سه تا انتخاب کنیم. پس اینجا میام میگم کار سه قسمت شده، یه قسمت آبی، یه قسمت زرد، یه قسمت سفید. زرد زرد بین اینا نوشته میشه. بریم برای محاسبش. ما اینا نگاه کن بنویسید. بعضیا میان توی امتحان نهایی اینا رو نمی‌نویسن، میان توی چک نویسشون می‌نویسن، جوابا رو میان اینجا میگن. خب آخه این چه کاری؟ شما یه محاسبه اشتباه کردید، عدد رو اشتباه نوشتید، تا آخرم اشتباه شده، نمره رو رفته. یه نمره داشت فکر کنم، بذار نگاه کنم چند نمره داشت. یه نمره داره. اگر هر کسی هم بخواد اینو تصحیح کنه 25% هم به این میتونه بده. اینا خودشون نگاه کن 25% اصلا شد 1.25، شد 1.25. بیشتر هم میتونه بهت نمره بده. البته نمره بیشتر که نمیدن، اینو شوخی میکنه. خب پس چی؟ نگاه کن یکی، دو تا، سه تا، چهار تا نمره شما تموم شد. اون محاسبه آخر هم اگر اشتباه بشه اشکال نداره، ولی نیاید فقط محاسبه رو، اینا رو بنویسید. پایین اگر یک بود گفتم بنویسید میشه دو، بعدی سه، بعدی هم چند؟ چهار. ضرب کن. یکی از دو تا میشه دو تا، یکی از سه تا سه تا، یکی از چهار تا چهار. اینو نیاید اون فرموله رو باز کنید. گفتم بنویسید خط کسری. بذارید یه رنگ دیگه بشه. خط کسری. این شکلی. حالا بلش. بعد این پایینی سه بگید یک، دو، سه. چند تا باز شد؟ سه تا. بالایی هم سه تا باز کن. نو، هشت، هفت. میگه توی امتحان نهایی به اون نمره نمیدن. میدن، والا بالایی نمره میدن. تا همینجا بنویسی نمره میدن. چون چند نفر ازم پرسیدم میگه اینجا نمره نمیدن، نمره میدن. این به سه یک، این هم میشه چند؟ سه. این به دو یک، این به دو میشه چند؟ چهار. ضرب نکنید. بازم اگر نیا کن، این مدل کنکور که دارم بهتون میگم. اینجا دو، سه، چهار. پایین چند مون؟ دو، نه این سه بود، بعد خط نمیشتم سه. چهار، هفت. تو محاسبه اشتباه کردم، ایراد باز نگیرید. این میره، اینم میره، میشه دو هفت. حالا یک اشاره کوچولی داشته باشم به این جوابی که به دست میاریم. طرف اومده جواب به دست آورده پنج. خب داداش داری اشتباه میزنی دیگه. پنج که احتمال که امکان نداره پنج بشه. به دست آورده مثلا چند؟ هشت، پنجم. خب بازم اشتباهه، احتمال ته تهش میشه پنج پنجم. کسر شما صورت از مخرج امکان نداره که بیشتر بشه. پس اگر همچین جوابی رو داری به دست میاری، برگرد ببین کجا اشتباه کردی. از بغل دستی بپرسی بهت میگه چیکار کنی. سعی کن کنار خرخونا بشی. بریم سراغ سوال بعد. اون حل شد و تموم شد. سوال شش. از جمله تک سوالاتیه که توی امتحان نهایی اومده، برمیگرده به احتمال مستقل. میگه یک تاکسی دارای 4 سرنشینه، مطلوب از محاسبه احتمال این که هر 4 نفر در ماه خرداد، قبولی خرداد هم هستن، در ماه خرداد متولد شده باشه. خب اینو چه شکلی بیام حساب کنم؟ این سواله خیلی دوست داشتم اینو کامل بهتون توضیح بدم، ولی دیگه چون خیلی وقت نداریم بریم سراغ حل. هم حل اینو ببینیم چیکار میتونیم. تولد هر نفر به تولد نفر بعدی که اصلا ربطی نداره که، مستقلن. احتمال اولی رو پیدا کن، احتمال بعدی رو پیدا کن، بعدی هم پیدا کن دیگه. خب میگه که هر 4 نفر در ماه چی باشه؟ خرداد. در سال چند تا ماه داریم؟ 12 ماه داریم دیگه. این که خرداد باشه احتمالش میشه چقدر؟ میشه 1/12. نفر اولی میشه چقدر؟
یک دوازده. نفر بعدی او بگه اونم نفر بعدی هم یک دوازده همه. رنگش خواهد باز باید برنگ شبیه همینش. بعدی چی؟ اونم یک دوازده. بعدی چی؟ اونم یک دوازده. خب اینو دوازده دردار دوازده خسته میشن. خب بنویس یک دوازده هم به توان چند؟ چهار. همین همین میگیم، واقعا همین. سوالو میتونست بگی به جای اینکه ماه تولد بگی سال تولدش، یا بیاد بگی در یک روز از ماه باشه دیگه. این مخرج، چون در ما چند روز داریم؟ 30 روز. اینا میشن 30 30 30 30. البته روز رو باید برات مشخص کنه. حالا دارم توضیح میدم، نمیخواستم این سوال سوال باحالیه، بذاری توضیح بدم. میگه که اگر که هر چهار نفر در یه ماه، ولی ماه رو بهتون نگه بچه‌ها، ماه رو به شما نگه تو چه ماهیه، چجوری باید بفهمم احتمالش چقدر میشه؟ نفر اول برای اینکه متولد بشه 12 تا انتخاب داره برای تولد. فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور، دی، نه چی شد؟ مهر، آبان، آذر، دی و هن، اسفند. 12. خب 12 تا حالت برای انتخاب داره، میشه 12 12. ضرب داره. خب نفر بعدی، خب میگه خب اون 11 تا انتخاب داره. نه دیگه، اون 11 تا انتخاب نداره. نفر اول وقتی متولد شد بالفرض توی فروردین، بقیه چون قراره همه تو یه ماه متولد شن، اونم باید بشه چند؟ 1 12. چون دیگه برای اون احتمالی وجود نداره، همین 1 12. 1 12 بعدی هم میشه چقدر؟ 1 12. فقط نفر اول میتونست 12 تا انتخاب داشته باشه. این انتخاب که بقیه میشن چی؟ 1 12. الان سوال ما چیز دیگه است، مشخص کرده توی چه ماهی متولد شدن. پس همشون بندگان خدا میشن 1 12 1 12 1 12. 4 نفر بودن. اگه میگم یه تیم فوتبال 5 نفره، خب اینو نوشتم 1 12 5 دفعه توی هم ضرب بشه. ماه رو به شرط اینکه مشخص کرده. اگه مشخص نکرده، بچا یادتون باشه نفر اولی 12 تا انتخاب داره. خب بریم سراغ سال بعدی. سال بعدی بلد نیستم. باور کنید بلد نیستم. سال بعدی دست بکنم توی جیبمون، اون تقلبه رو میداریم بیرون. میگه برگزاری آزمون‌های پیشرفت تحصیلی در مدارس و بررسی نمره دانش آموزا، بررسی علل پایین بودن سرانه مطالعه دانش آموزا. باور کنید بلد نیستم. این قسمت میرم پاسخنامه رو میدم. ولش کنید، خودتون برید نگاه کنید. میرم پاسخنامه رو میدم. یکیشون رو فکر کنم تو پاسخنامه اشتباه گفت. البته نظر من اینکه طرح برنامه‌ریزی اولی به نظر من بیان مسئله نمیاد. میگم روی قسمت زیاد تسلط ندارم، ولی خودتون میتونید برید بخونید نگاه کنید. حالا کجاست برگزاری آزمون؟ تو این تفکیکی اگر نگاه کنم یه جای آورده بودم اینو کلا. نگاه کنید، طرح برنامه‌ریزی روش کار دیگه، اونم گفته بود که آزمون بگیرید. ولی نگاه کنید اونی که الان توی پاسخنامه گفته بود بیان مسئله، فهم مسئله و تعریف دقیق مسئله است. ولی اینجا چی داره میگه؟ اینجا داره میگه بررسی علل پایین بودن. تو پاسخنامه دیدید نوشته بود بیان مسئله؟ به نظر من این بیان مسئله نمیشه. این میشه چی؟ نقد و بررسی دیگه، میشه بحث و نتیجه گیری. هم تو پاسخنامه به نظرم اشتباه گفته، میشه گام پنجم. خب بریم سراغ سوال بعدی. برای جملات دنباله روبرو رابطه بازگشتی، اسم از بازگشتی اومد، اسم از بازگشتی اومد، این حرکت رو بزن بدون استثنا برای هر سوالی. اسم از بازگشتی اومد، شما نگاه کنید بچا، بنویسید آن به علاوه 1 و آن رو باید استفاده کنن. آن خوشگل‌تر بنویسن، آن به علاوه 1 آن، این دوتا باید استفاده شن. چیکار کنم دیگه؟ حالا میگم بهت. ضابطه تابعیشو بنویسید. این نامه راست رو بخواید اومده کلاس گذاشته. ضابطه تابعی منظور همون چیه؟ جمله عمومیش، جمله عمومی دوباره رو بنویسید. بریم توی این سوال توضیح بدم چیکار کنیم. کجا سوال من؟ اینو که گفتم، این اینو جدی جدی دارم میگم و خیلی میبینید که توی سوالات ما یه نمره، 1.5 نمره داره از همین میده. بردارید با خودتون ببرید دیگه. خب اینجا
رابطه بازگشتی دو اول بیاید نوع دنباله رو تشخیص بدید. خب ما که دو تا دنباله بیشتر نداشتیم دیگه، یه دنباله این بود که عدد بهش اضافه میشد، میشد حساب و کتاب حسابی، یکی ضرب میشد هندسی بود. خب 3 شده 8، 8 شده 13. نگاه کنیم دیگه، خب چند تا اضافه شده؟ 5. چند تا اضافه شده؟ 5 تا. چند تا اضافه شده؟ 5 تا. حسابیه. رابطه بازگشتی گفتم دو تا جمله بنویسید. بنویسید چی؟ آن به علاوه 1 مساویه با این برا همشون آن به علاوه 1 بدون استثنا. بنده گردن میگیرم اگر این نباشه. یه دقیقه منو بگیرید. آن به علاوه 1 مساویه با این برام بنویسید چی؟ آن. پس چی شد؟ اصلا حفظش کنید. آن به علاوه 1 اون برام چی؟ آن. میخوام نمره بگیم و میگم آره قبول دارم. گوش کن، این چی شده بچه ها؟ به هر جمله ضرب شده، جمع شده، هر اتفاقی افتاده بنویس. میگی 5 تا اضافه شده، اینجا بنویس به علاوه چند؟ 5. تموم شد. تمام تمام همین. اینو نوشتم، اینم نوشتم، توی تمام سوالاتم هم بگردید همینه. شاید بیاد مثلا هندسی بهتون بده که اون هندسی مثلا ضرب شده، به جایی که بگی ضرب داره به علاوه 5 میگی ضرب داره 5، ولی همین نوشته میشه. خب پس این اومدم نوشتم ضابطه تابعی دنباله. گفتم ضابطه تابعی همون جمله عمومیه. جمله عمومی دنباله حسابی رو فکر کنم توی سال قبلی بررسی نکردیم، فقط گفتم چجوری باز میشه. جمله عمومی بنویس آن آ به علاوه ان منهای 1 ضرب داره چی؟ دی. هر بار رو میداشته باشه اشتباه بنویسی، خدا هم کارهای خیلی خوبی داریم، بابت این بهتون نمره میدن، نمره میدن بابت این. جمله عمومی رو نوشتم. جمله عمومی مگه به چی احتیاج داره؟ جمله عمومی این جمله اول، جمله اول این تعداد که اینو همیشه این بنویسید وقتی صحبت از جمله عمومی میشه، اینو دست نزنید. بذار منم پاکش کنم، اینجا نمیخوام بنویسم، همیشه بنویسید. این هم چی میشه؟ اختلاف مشترک. قبلا توی کتابا میگفتن قدر نسبت، که این دیگه برداشته شد. هنوز البته توی بعضی از سوالات استفاده میکنم، مثلا این سوالای تست کنکور، ببینید یهو دوباره نوشته قدر نسبت. اختلاف چیه؟ مشترک. بین و این اختلاف 5 تا 5 تا 5 تا 5 تا 5 تا 5 تا همجوری میره. این اختلاف مشترک. وقتی میگه اینو بنویسید، پس منم میام میگم میشه آن مساویه با جمله اولو که دارم، این جمله اوله دیگه، اوله. میای اصلا من هیچی نخوندم، هیچی بلد نیستم. خب بلدی که بگی این اولیه، این میشه آ. پس اینجا می‌نویسم چند؟ 3. به علاوه گفتم ان رو دست نزنید بچه‌ها، چون ان باید به صورت فرمول باش. پس میشه ان منهای 1 ضرب داره، اختلاف مشترک هم شد 5. تمومه. میگی ضرب کنم؟ نمیخواد ضرب کنی، نمیخواد، زحمت نکشید، نمره رو گرفتید رفت. این از بریم سوال بعدی. مجموع 20 این تو جیبم ها، این هنوز توی جیبم این فرموله. مجموع 20 جمله اول دنباله حسابی روبرو رو به دست بیارید. فرمول مجموعی که ما گذاشتیم توی جیبم، فرمول زیاد بود دیگه، حالا ما گذاشتیم توی جیبم. مراقب باشید، مراقبا نگیرم اتون. اینجا بریم سراغ این سوال. مجموع 20 جمله اول، اینا فرمولمو می‌نویسم. S n مساویه با n دوم دو a بل. البته تقلب کردنم سر جلسه امتحان عرضه می‌خواد. بعد بعدم یه مقدار آدم بلد باشه که تقلب کنه. اگه بلد نباشه نمی‌فهمه اصلا این فرمول که نوشته مال چیه. مجموع 20 جمله اول دنباله حسابیه. جمله اول تعداد، اختلاف مشترک، اینم که باز تعداده. خب من گفتم که جمله دستم خسته شد. جمله اول چی؟ که دارم. این آ، این جمله اول. بعد اختلافشون رو بیاییم ببینیم چقدره. منفی 10 شده چند؟ 6. چی شده بچه ها؟ بگه بچه ها گفت آقا اختلافشون 4 تاست. اختلافشون 4 تاست. اینجا چی شده؟ 4 تا اضافه شده. یه موقع شاید 4 تا کم شده، باید بگید منفی 4. 4 تا چی شده؟ اضافه شده. اینم چک کنم.
آره دقیقا به اینم 4 تا اضافه شده. پس دی هم پیدا کردم، این دیه منه. دیگه جاده و اسب معیاس بیا تو بروی، میگه اس 20 جمله، میگه 20 تقسیم بر 2، 2 ضرب در منفی 10. این عدد هم یه جوری میشه یارا شو، منفی 10 به علاوه 20 منهای 1 ضرب در اختلاف مشترک چند بود؟ 4 بود. خیلی دقت کنید، توی سال قبلی یادتون میاد اختلاف مشترکی منفی 4 بود، عدد هم کلن فرق کرد. اینجا حواستون باشه، اگر آدم بیکاری هم باشید یه چیز بهتون بگم، سال کنکور هم میشد حل کرد. 1، 2، 3، 4، 5 توی امتحان نهایی مطمئنا وقت داری، 120 دقیقه بهتون وقت میدم. چقدر وقت نگاه کنم، 120 دقیقه سم، نه البته این 120 دقیقه سم به تمام معناست. حالا 120 دقیقه وقت داری، 1، 2، 3، 4، 5 تا رو نوشته، زحمت بکش 15 تا دیگه هم بنویس، جمع کن، ماشین حساب هست که جمعش به دست میاد. البته اینجا منظورشون اینه که فرمول بزنیم و وقتی خود سال نگفته که فرمول استفاده کنی شما این کارو انجام بدید. کما که ما فرمول رو داریم بچه‌ها، فرمول رو می‌نویسید، دیگه هم بلد نیستی حساب کنی، میری 20 تا رو می‌نویسی، با هم دیگه جمع می‌کنی، میگی مساوی با این شد، یعنی روبرو فرمول اینو می‌نویسی. حالا اینو نگاه کن، اوکی حالا فرمول رو داشتیم، اینم بلدی، 4 ضرب در چند؟ 4. بریم ضرب کنیم تا جایی که میتونید بچه‌ها ماشین حساب نزنید، استفاده نکنید. این که میشه 10، 2 ضرب در منفی 10 میشه منفی 20، اینم که 19، 4 تا 19 تا رو ضرب نکنید، بگید 4 تا 20 میشه 80 تا، 4 دونم که کم کنم میشه 76 تا، اینم 70 بشن 6 به علاوه است. این که منهاست میشه 10 ضرب داره منفی 20 به علاوه 76، 20 تا از 70 تا کم کنم میشه 50 تا دیگه، 6 تا هم که هست میشه 56 تا، یه صفر هم اینجا رو بروش میذاریم میشه 560. امیدوارم درست ضرب کرده باشم، ضربم درست نبود دیگه دست خودت. فقط نگاه کنم، میگی محاسبم توی ریاضی ضعیفه، اصلا نمیتونم این محاسبه رو داشته باشم. اشکال نداره، اینو که تو جیبت تقلب کردید دیگه، خودمون خفه کردیم، گفتیم اینو ببرید با خودتون، اینو با خودتون میبرید. بعد میگی 20 تا جمله رو مینویسید، خب این چیشه؟ بعدی میشه چند؟ 10. بعدی میشه چند؟ 14. بعدی میشه چند؟ 18 دیگه. بعدی میشه 22. من حوصله ندارم، خودتون 20 تا رو بنویسید تا اون آخر، هر چی شد میشه 560 تا. بعد اینو بگید مساوی باشه 560، تمام. بازم نمره رو بهتون میدم، چون شما فرمولی که نوشتید جمعش هم که پیدا کردید دیگه. حالا بابت اون ولش کن، نمیخوام. حالا 1975 میشه، بریم تو صفحه بعد. خب بریم صفحه بعدی بچه ها، سال نو هم که تموم شد، بریم صفحه بعدی ببینیم چی گفته. جمله پنجم از دنباله بازگشت. این یکی از سوالاتیه که آره دنباله بازگشت خیلی صحبت نکرده بود دیگه، یه جوری سعی کردم سوالا رو به اصطلاح انتخاب کنیم که تنوع توی اونام باشه. دنباله بازگشتی، اسم بازگشتی که اومده اینجا نخواست ازم بنویسم دنبالاشو، یعنی رابطه بازگشتیشو خودش رابطه رو داده، گفته شما پیدا کنید، سخت نیست، داریم ببینیم چی هست، چه شکلی انجام بده. خب میگه که جمله پنجم بنده خدا سه تا جملاتو که خودش داده اینجا دیگه، جمله اولو که داده گفته چقدره؟ 2. جمله دومو داده 2. جمله سوم هم داده 2. یعنی اینجوری بنویسم 2 2 2، ما دو تا جمله دیگه بنویسیم تمومه. نگاه کنید اینجا چی گفته، آن به علاوه 3، اینجا گفته آن به علاوه 2، آن به علاوه 1، آن. خیلی ساده صحبت کرده، این در واقع داره میگه هر جمله‌ای رو که میخواید بنویسید سه تا قبلش رو چیکار کنید؟ جمع کنید. واقعا باید شاید سخت باشه ما نفهمیم چی داره میگه، ولی وقتی اینجا می‌نویسه بچه‌ها آن به علاوه 1، بعد اینجا می‌نویسه آن، یعنی اینکه این جمله قبلیشه دیگه، این جمله بعدش.
اگر من اینو بر میداشتم اینو میکردم دو به یه دنباله میرسیدیم که خیلی مشهور بود، فیبوناچی، توی سالای تست کنکورمون هم میاد. اون میگه که هر جمله قبلشو که جمع کنید، دو تا جمله قبل جمع کنید جمله سوم به دست میاد. اینجا خودش یه دنباله آورد، منم اسمشو بلد نیستم، گفته سه تا قبلشو جمع کن، نکنه جمع کنید بعدی به دست میاد، دو 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 میشه استقلال. این شو خب حالا بعدی رو چیکار کنم؟ میگم که دو دو دوباره استقلال، این سه تا رو جمع کن، چهار با این شیشه میشه چقدر؟ میشه ده. پیداش کرد، تموم شد. این جمله چندم شد؟ جمله پنج. این است، همینقدر ساده، واقعا همینقدر ساده، همین شکلی که نوشتیم تمام. بریم سراغ سال بعدی. میگه در یک دنباله حسابی جمله اول 12، اختلاف مشترک 20، کدام جمله از دنباله برابر با 592؟ دقیقاً توی نمونه سال قبلی همین مدلی داده بود، ولی رفته بود سراغ دنباله هندسی. اینجا داره میگه حساب. خب اسم از حسابی و برده، اختلاف مشترک گفته، جمله اول گفته، اینم گفته. بهترین کار اینه که اگر میخوایم بازم یه نمری از این بیاریم بیرون، فرمول دنباله حسابی جمله عمومیشو بنویسم. بریم ببینیم کجاست سوالمون. اینجاست. بریم بنویسیم، میشه آ ان مساویه با آ به علاوه ان منهای یک ضرب داره دی. اگه یادتون رفته دوباره میگم، جمله اول اختلاف مشترک، شماره جمله، اون توی اس ام رو میگفتیم تعداد جمله، این شماره جمله است. یه جمله آنی که من نمیدونم جمله چندمه، شده 592. 592 جمله اول رو خودش بنده خود گفته. جمله اول بچه‌ها نگاه کن، جمله اول میشه اینجا چی؟ آ به علاوه اینو ندارم، دنبال اینم، این منهای یک ضرب اختلاف مشترکشون، این همون اختلاف مشترک از ضرب چند؟ 20. این جمله اول رو داده دیگه، من چرا نوشتم آ؟ نمیدونم، خوب پاکش میکنم، نمیشم چند؟ افته دوازده. خب دیگه چیکار کنیم؟ دیگه بریم حالا امتحان کنیم، فقط جای این عدد بدیم. یکی از بچه ها گفت آقا اینو چند بذارم؟ دونیم بذارم؟ هیچی دیگه، راستش رو بخواید کل ریاضی رو برد زیر سوال. مگه ما داریم بچه ها وقتی جمله رو میشماریم، جمله اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، جمله دونیمم که ندارم که، شمارش دیگه، افراد دارم میشمارم، یه نفر، دو نفر، سه نفر، الان پشتمون جان شخصی شما دیگه، ولی اینجا که نمیتونیم بگیم دونیم، پس اشتباهه. یه موقع اگر توی جواباتون دونیم به دست آوردید، اشتباه کرد. پس اینو من بردارم. بگید چند رو بزن؟ شما چند میگی؟ چند؟ چهار؟ چهار بزن، چهار بذاریم، چهار رو میذاریم، ضرب کنیم به علاوه این باید بشه 592. 12 به علاوه 4 منهای 1 ضرب داره چند؟ 20. 4 منهای 1 میشه 3. 3 تا 20 میشه 60، سوایی میشه 72. تا خیلی کم گفتیم، اینو بیشتر بگیم. اینو چند بگم؟ اینو بریم بچه ها اینو 20 تا بگیم، چون این خیلی 72، اونم چند؟ اینو 20 میگم، اینو میگم چند؟ 20. میشه چقدر؟ 12 به علاوه 20 منهای 1 ضرب داره چند؟ 20. این که میشه 19. میگی اصلا آقای عسکری اگر این بشه 20، 20 ضرب داره 20 میشه 400، با 12 که 592 نمیشه که، پس داری کم میگی. خب بیشتر میگی، همینجا اینو پاک بگیم. شما که ماشین حساب دارید عدد بزنید، همینجور حساب کنید دیگه. البته اینو میشه با معادله هم حل کرد، ولی میخواییم چیکار کنیم؟ عدد بریم. حالا چند تا پیشنهاد میدید؟ چند بگم؟ خدا نمیدونم، ها برم همینجور عدد میذارم، چند بذارم، چند بذارم، اینجا برم 25 بذارم، 25 منهای 1 ضرب داره چند؟ 20 میشه 24. 24 رو بیایم ضرب داره 20 کنیم، 24 ضرب داره 20، 2 4 تا 8 تا، 2 2 تا 4 تا،
صفر 20 هم میذارم. صفر 20 که گذاشتیم به علاوه این میشه 482. ای بابا نش. من دیگه کاری ندارم. برید خودتون عدد بدید. یعنی بیشتر بدید. حوصله داشته باشی. اینو 25 دادم 25 رو بیشتر میکنم. بیام چند میدم بهش؟ باز یه 100 تایی کم بود. بریم اینجا 30 بدیم. از این پرید رفتیم 30 30 منهای 1 در چند بچه ها؟ در 20. اختلاف مشترک 20 دیگه. این که همیشه 20 باید باشه. اینه که داره عوض میشه. این رو 30 گذاشتی یعنی جمله 30 تا. این میشه چقدر؟ 29. 29 تا میشه چقدر؟ 18. دو دو تا 4 تا با 1 18 میشه چند؟ 5. صفر هم میذارم میشه 580. خودشه پیدا شد. 580 به علاوه 12 میشه 592. تبریک میگم بهتون. پیدا کردیم جمله چندم؟ 30. چیکار کردم بچه‌ها؟ فرموله رو نوشتم، عدد رو گذاشتم، گفت این جمله است دیگه. وقتی میگه یه جمله شده این جمله اینه. یه جمله چندم نمیدونم، نوشتم اینو. دنبال ام بودم، اینو دو سه دفعه اومدم امتحان کردم تا این چی شد به دست اومد دیگه. این است. بریم سراغ سوال بعدی. این حله. ب. میگه در یک دنباله حسابی ببینیم این چی میگه. در یک دنباله حسابی اینو 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 این جمله ششم دنباله چقدره؟ سوال واقعا قشنگه. من جدی میگم. سوال قشنگه. میگه جمله ششم دنباله رو میگه چیکار کنید پیدا کنید. نگم لالیگا بوندسلیگا میشه نمره. یعنی واقعا این سوال دو سوال خوبیه که آورده. میتونه توی کنکور هم این سوال رو برداره بیاره. خب حالا این همه داریم ازش تعریف میکنیم چیه؟ بی خیالش شیم توی نه نه دنباله حسابی مگه نگفته آ6 رو میتونید باز کنید که آ4 هم که میتونید باز کنید آ8 هم میتونید باز کنید. یعنی چی باز کنید؟ اگه توی کلاس قبلی من بوده باشید توی اون آنلاین ها که اینا رو راحت باید بگید. حالا میگید های اصلا ما نبود نبودید اشکال هم اینا رو باز کنید. الان میگم دوباره میگم چند باره میگید آ6 میشه بچه ها چی؟ حسابیه دیگه. میشه آ به علاوه یه چند؟ 5 دادی. آ4 چی میشه؟ آ به علاوه یه 3 دادی. بعدی رو نگاه کنیم دیگه باید تو دستتون اومده باشه دیگه. آ به علاوه 5 تا آ به علاوه 3 تا بعدی میشه چی بچه ها؟ آ به علاوه 7 تا دی. من همون اول دنباله حسابی گفتم شما باید یه جملات این شکلی توی دنباله حسابی باز کنه. خب دارم همین کار رو انجام میدم دیگه. فرمول خاصی هم به کار نمیبرم. خب اینا قراره با هم جمع بشن بشه چند؟ 90. خب جمع کن. آ آ آ میشه 3 آ. این هم می نویسم چند؟ 3 آ به علاوه 5 تا دی 3 تا دی 7 تا دی 3 و 7 10 با این میشه چند؟ 15. 15 دی شده چند؟ 90. این خوبایی هست که دوتا مجهوله. من میخوام جمله ششم رو پیدا کنم. جمله ششم رو اینجوری می نویسیم آ شیش ما میشه آ به علاوه 5 دی. خیلی بچه بیل اصاب کنید با کنم به علاوه 5 دی. خب میگیم حلش کردی دیگه. وقتی اینو نوشتی فکر کن سوالت حل شده. میگی این چیز دیگه است. من باید آ پیدا کنم. نیازی هم نیست بچه ها شما حتما آ دی رو پیدا کنید. آ به علاوه 5 دی رو پیدا کنید. چیه جمله شیشا پیدا شده. میگم سوال خوبه واقعا خوبه. آخه نگاه کنم من اینا رو همه تقسیم برای چند میکنم؟ 3. میگه از کجا فهمیدی؟ الهام شد بهم فهمیدم. خب این مدل سوال زیاد حل کردم دیگه. شما هم حل کنید تا یاد بگیرید. میشه تقسیم برای چند؟ تقسیم برای 3. این تقسیم برای 3 همینجا تقسیم میکنم. تقسیم برای 3 اینم تقسیم برای چند؟ 3. اولی میشه چی؟ میشه آ. بعدی میشه چی؟ میشه 5. مساوی چند؟ 30. تمام شد. آ به علاوه 5 دی. مگه اونجا هم ننوشتیم آ به علاوه 5 دی؟ خب این جمله ششم. جمله ششم شد چقدر؟ شد 30. سال بازم تاکید. سال قشنگی بود.
من نه آ رو پیدا کردم نه دیو پیدا کردم ولی جمله شیشممو پیدا کردم. بریم سراغ سوال بعدی دیگه. حسابی بس میگه با توجه به دنباله هندسی حاصل اینو میگه پیدا کنی. اینا چیکار کنم دیگه؟ خب میگه اینا چیه نوشته؟ جمله رو برو باز کن چیکار دارید که این چی نوشته؟ جمله نهم، جمله ششم در دنباله هندسی. جمله ششم میشد چی؟ آ آر به توان 8. جمله بخش نهم. جمله ششم میشد آ آر به توان 5. برم سراغ سوال شتک متکش کنیم سریع حلش کنیم بره. خب الان اینجا بیام اینجا 14 بروی جمله نهم میشه آ آر به توان چند؟ 8. اصلا به اونم کاری ندارم، عادت کردم جمله هر دنباله رو ببینم این شکلی سریع اینا رو باز کنم. منهای آ آر به توان چند؟ 5. یه دونه کمتر یه دونه کمتر با دنباله حسابی اشتباه نگیرید. این از آب دیگه چی کار کنم؟ خب این که خودش داده دیگه، این جمله اوله، این آه، این آه داده. میگه این آره رو چه شکلی پیدا کنم؟ یا میگم در دنباله هندسی برای پیدا کردن هر به اصطلاح چی میگفتیم اسمش؟ اختلاف مشترک. نه نه این نسبت مشترکه بچه ها. اختلاف مشترک برای دنباله حسابی بود که جمع تفریق بود، این نسبت مشترک. چیکار میکنیم؟ هر جمله رو تقسیم بر قبلی کنیم اختلاف مشترکی به دست میاد. 2 تقسیم بر چند؟ 1 میشه چند؟ میشه 2. پس آرم پیدا کردم، آم پیدا کردم، کل سوال من حل دیگه. اینو بنویسیم 14، این جمله اولم 1/8 ضرب داره 2 به توان 8، منهای دوباره 1/8 ضرب داره 2 به توان چند؟ 5. حوصله ندارید حل کنید اشکال نداره دیگه، ولی 120 دقیقه آدم حوصله هم نداشته باشه یه کاری میکنه روی این، ولی با جزئیات بنویسید بچه ها. اینو بنویسید جواب آخرتون 25 صدمه. یعنی شما باید اینا رو بنویسید ولی نیایید بعد از این برید سراغ جواب آخرتون اینو توی چک نویستون انجام بدید، نمره دست میدید. خب پس اینجا بیام چیکار کنم؟ اون فصل توان و ریشه گیری رو اگر خوب بلد باشید اینم راحت حل میشه. 8 یه خورده دارم پایین تر. این 8 مگه نمیشه 2 به توان 3؟ این 8 هم که همونه دیگه، 2 به توان چند؟ 3. 2 به توان 3 بالام 2 به توان 8 ساده میشن. این 2 به توان 3 2 به توان 8 میشه 2 به توان چند؟ 5. 8 منهای 3 میشه 2 به توان چند؟ 5. اینم با این ساده میشه. خب ساده که میشه در تقسیم اعداد تواندار توانا کم می شدن بچه ها. خب 5 منهای این 3 میشه 2 به توان 2، 2 به توان 2. خب بریم حساب کنیم دیگه، حالا اینجا آخرش 14 بروی 2 به توان 5. اگر میخواید برای کنکور آماده شید اینا باید توی ذهنتون باشه. 2 به توان 5 32، 2 به توان 2 4، منهای 4 میشه 14 بروی 28. ساده میکنم اونم حالا چون شما میگی ساده میکنم، وگرنه دیگه احتیاجی نداشته همین رو نوشیم تمومه. به 7 میشه 2، به 7 میشه چند؟ 4، به 2 میشه 1. اینم میگه آقای عسکری چرا از همون اول؟ خب دست خودت دیگه، محاسبه با خودت. این با من بود که گفتم، اینم رفتم جلو از اینجا به بعد با خودتونه، جمع و تفریقو که دیگه نمیتونیم بیشتر از این بریم. این از این سوال. بریم سراغ سوال بعدی. خب پس دنباله هندسی دیدید جملات باز بشه، دنباله حسابی دیدید اینجاست، این حساب جملات رو باز کنه. فقط یادتون باشه حسابی ها میگه به علاوه دی، هندسی ها میگه زر، اونم دیش یه دونه کمتر. آشیش بود گفتم آ به علاوه 5 داری، آنه بود گفتم آ زر داره، آر به توان چند؟ 8. به این شماره 14 رو ببینیم چی گفته. 14 میگه در دنباله هندسی زیر جاهای خالی. چقدر میبینی دنباله حساب هندسی چقدر سواله؟ همینا رو بلد باشی نمره قبولی رو گرفتی. خب البته ما اومدیم برای گرفتن نمره بالای 18 و 19. در دنباله هندسی زیر جاهای خالی رو پر کنید.
4 دوازه هندسی ها خودت بفهم باید یه ضرب در یه عددی بشه همینجا پرش کنم دیگه نریم اون برتر 4 ضرب داره چی شده؟ 3 خب این دوازه هم ضرب داره 3 بشه دیگه ضرب داره 3 میشه 36 36 خب این هم ضرب داره 3 ماشین حسابتون رو بر میداری ضرب میکنی 38 تا 24 تا اون 300 تا میشه 324 بعد این 324 بعد 3 تا 300 تا که میشه 900 تا 3 تا 20 تا هم که میشه 60 تا 3 تا 4 تا هم میشه 12 تا 972 ضرب کردم اشتباه شد خودت تو ماشین حساب داری ضرب کنید ولی فکر کنم همین بشه اینه باز چند نمره 75 اگه بلد بودید بغل دستتون هم بلد نبود بگید بهش اشکال نداره به نظر من کمک کن اگه شرایطشو دارید میگه حاصل عبارت زیر رو به دست بیار میگه 11 به توان 5 هفتم ضرب دار 11 به توان 9 هفتم در ضرب اعداد تواندار پایه برای پایه کجاست؟ این پایه نیاد دیگه پایه پایه برابر بود یکی رو می‌نویسیم توانا جمع میشه اگه ضرب اگر توانا برابر بود یکی از یا کنید اونی که برابره یکیشو بنویس توان برابره یکی از توانا رو می‌نویسم دیگه بین پایه ها چیه؟ ضرب ضرب میکنه بریم اینو توی این قسمت بنویسیم بریم کجا بود؟ اینو که نوشتیم حل کردیم رفت حاصل این عبارت رو میگه پیدا کنیم پس در ضرب اعداد تواندار پایه برابر یکی از پایه ها رو مینویسیم توانا رو چیکار کنم؟ نگاه کنید جمع به نظر من همیشه رفیق ضربه بین اینا که چیزی نیست که دستم خوب خودشون زبره زر جمع رفیقشه پس میام میگم میشه یکی از پایه‌ها رو نوشتم می‌نویسم 5 هفتم به علاوه 9 هفتم جمع کنیم همینجا مخرج مشترک هفته اینم که با این میشه چقدر میشه 14 14 هم تقسیم بر 7 میشه چقدر میشه 2 پس این میشه 7 به توان 2 حوصله 7 از کجا آوردم به خدا نمیدونم از کجا آوردم 11 به توان 2 11 به توان 2 121 ماشین حسابه که هست ضرب کن بره دیگه این یکی رو نگاه کنه بچه ها اینجا این 3 این 5 پس پایه رو فعلا میخیار چیم چی برابره؟ 3 دوم اینم 3 دوم می نویسم چجوری بنویسم؟ خب توان دیگه همون بالا بنویس همون بالا بالا اینجا 3 دوم پس اینو چیکار کنم؟ بنویس پرانتز 3 ضرب داره 5 میگه چرا ننوشتم 15؟ خب دوست داشتم سوالم رو شلوغ کنم شاید اشتباه کنم توی ضرب شلوغ کنید تا جایی که میتونید پاسخنامتون رو پر کنید بچه از جنگ تعمیلی هم میتونید بنویسید ولی پر کنید 3 دوم بریم سراغ سوال بعدی دیگه از دنبالا که تموم میشه میره سراغ این تواندارا و رادیکالیا و اینا خب سال 16 میگه اعداد تواندار رو به صورت رادیکالی ها رو به صورت تواندار بنویسید یادم نمیاد فکر کنم پایه هفتم یا هشتم بود و همه تونم اینو خوندید دوباره اومده اینجا اینو گفته سوال خیلی خیلی ساده ایه یعنی هیچ محاسبی توی از جمله سوالاتیه که هیچ محاسبی نداره فقط بالا پایینش کن بنویس میره دیگه حالا اینو ببینیم چیکار کنیم ای بچه ها سراغ این سوال تبدیل به رادیکالی تبدیل به تواندار خب رادیکالیه دیگه باید تواندار بشه می نویسم x این 5 این فرجه است فرجه همیشه تقسیم باید بشه میشه به توان 5 9 تمام بعدی رادیکال نداره دیگه من رادیکال رو بکشید دیگه از این آدم چرا نمره نگیره رادیکال میکشم یک دوام مینویسم خب این مخرجه بذار نگاه کنم 3 نوشته فرجه چند؟ 3 توان خودشم 1 بعدی چی؟ رادیکال مینویسم آ مخرج فرجه است فرجه 8 اینم چند؟ اگه این 3 اینم 3 مطمئنن 2 نیست چون اگه 2 بود حالا توی فایل خوب دیده نمیشه اونجا روی برگه قشنگ میبینی اگه 2 بود ساده میشد آخه اینم میشه تمام چند؟ 3 تبدیل رادیکالی تواندار رادیکالی
تواندار راز میکنی. بریم سوال بعدی. خب تا اینجا شدیم چند؟ تا اینجا نمره کامل رو گرفتیم دیگه. سوال خیلی سختی نداشت که ما بگیم گیر کرده باشه. آها، همه سوالات توی این گفتم نمودار تابع نمایه یه عددی به توان میره. دو تا مدل نمودار داشت. اینجا یه کوچولو زیاد اومده دیگه گفته. میگم چیکار کنم؟ گفته بخونیم سوالو، خیلی سخت نیست. fx مساوی با 3 به توان x، 2 به توان x، 4 به توان x. میگه اینا رو بگید کدومه؟ نگاه کنم بچه‌ها، قبول دارید پایه این 3، 2، 4 افزایشیه؟ اینا هم همه افزایشی هستن. ولی خب سه تاست، میگه مشخص کن کدوم یکی مال کدومه. اگر اینجا نوشتم بذارید ببینم اینجاست. این فایل رو میفرستم روی گروهات. البته فیلمش رفته باشه فایل نیازی نداره. ولی میفرست. اینجا نگاه کنم. همشون که افزایشی هستن، خداش. خب ولی نگاه کنید کدوم یکی رو به کدوم نسبت بدن. دیگه مشخصه. خب 4 پایش بزرگتره دیگه. توانه همشون که x، توانه برابر. اونی که پایش بزرگتره زودتر رشد میکنه. یکی از بچه‌ها گفت این میشه این سیاه بزرگتره. نه نگاه کنید این که کشیده شده، خب اونم بکشه به همین اندازه میاد جلو. بزرگتر به معنای اینه که زودتر رشد میکنه. شما این چیکار کنید؟ یه خط اینجوری در نظر بگیریم، یه خط این شکلی. کی بالاتر از همه است؟ این. بعدش اینه، بعدش اینه، در یک جای یکسان اینو اینو این. اونی که از همه بالاتره پایش هم بزرگتره. پس این میشه شماره چند؟ شماره 3. 2 به توان x، 3 به توان x. پس شماره 2 هم مال اینه. این شماره 1 هم میشه مال این. یه بار دیگه میگم چرا؟ به این دلیل که پایه این بیشتر بود، سرعت پروازش سریع‌تره. وقتی میخواد اوج بگیره، سریع اوج میگیره میره بالا. این پایش کوچیکتر، این هواپیما مسافربریه، اینا جنگنده، سریع رفتن بالا. این چی؟ آروم آروم داره میره بالا. این یکم مابین اون دو تاست دیگه، ترابریه. خب بریم سراغ، فکر کنم یه سوال دیگه مونده. بله، سوال آخری که همیشه میگفتم همون قانون رشد و زوال بود بچه ها. خدا زوالشون نده. بریم ببینیم این چی گفته اینجا. این سوال سخت آورده. سخت نیست، سخت نیست. همشون گرد گفته جمعیت شهری در سال 2020 حدود 0 رو مثل اون دفعه اشتباه نکنم. اینجا 3 تا اینجا جدا میکنم 100,000 نفر پر جمعیت نیستن. اگر رشد جمعیت این شهر با نرخ 1% در حال کاهش باشه، کاهشه کنم ماشین میتونه سرتون، جمعیت آن در سال 2021 میلادی چند نفره؟ بریم ببینیم چی میشه. خب سوال هم اینجاست. نگاه کنم بچه ها، اسم رشد رو آورده ولی میگه چی؟ کاهش پیدا کنه. گولش رو نخورید. حالا تقصیر خود من شاید باشه، اونجا گفتم اگه رشد گفته سریع بنویسید رشد، ولی اینجا اومده گفته چی بچه ها؟ کاهش پیدا کنه. پس میشه همون زوال. اف T مساویه با C پرانتز 1 منهای نرخ کاهش ما به توان چند؟ T. بازم میگم گفته رشد ولی گفته که رشد جمعیت این شهر با نرخ 1% در حال کاهشه، یعنی داره زوال پیدا میکنه. خب پس من میگم بنویسم اینا رو یکی یکی. 2020 و تا 2021 یه سال، یک تی من میشه چند؟ یک. این مقدار اولیه است. مقدار چی؟ اولیه. مقدار اولیه چی بود؟ سی بود. بعد گفته نرخ رشد. این اسم نرخ رو میاره، اینو نوشته بودم قبلا نرخ. این همون نرخ هست، 1%. فقط این آره رو حتما به شکل چی بنویسم؟ کسری بنویسیم، 1%. خب حالا بریم جایگذاری کنیم. میگه اف 1 جمعیت اولیش 100,000، 100,000 پرانتز دوباره این اومد توی اینا پای مینیمسم اشکال نداره، 1 منهای 1 صدام به توان چند؟
به توان زمان دیگه، زمان ما یک بود، اینجا زمانه. خیلی خوب شد اینجوری شد. خب اینو می‌نویسم یک منهای اینو مخرج مشترک رو 100 بنویسیم، یک میشه 100 صدم. اصلا شما مخرج این هرچی بود همونو اینجوری اینجوری بنویس بالا بر روی این یکی باشه. دعوا بنویس 10 ده. مطمئنا یا 10 یا 100 دیگه، چون درصدی میاد دیگه. 100 صدم. 100 منهای چند؟ یک. 100 منهای یک کنیم، 100 منهای یک میشه 99. 99 بر روی چند؟ 100. پس اینجا می‌نویسم 100. چرا اینجوری بد نوشت؟ دیگه دست ما خسته شده از روی بورد بلند نمیشه. آه درست میشه. 100,000 ضرب داره 99 به توان یک. یا یادمون نره توانش یکی. پس خودشو میگه توی سال قبلی به توان چند بود؟ 2 بود. چرا؟ چون از سال فکر کنم 2018 بود تا سال 2020 بود، 2 سال میشه. ولی اینجا از سال 2020 تا 2021 بود، یه سال، خدا خیرش بود، توان یک خودش میشه دیگه. بیام این دوتا صفر رو با این دوتا صفر بزنم، 99 رو ضرب داری کنیم میشه 9 9 0 0 0. این هم شد چی بچه ها؟ دیماه 99 ها، اینجا اشتباه نمیشه 98. یه بار دیگه سالان نگاه کنیم، نمرمون هم بدیم 20. چند شد؟ 20 شد. خب وقتی میخواید سوال رو حل کنید، قسمت های جای خالی رو متنوع میدم. شاید از بین این 4-5 تایی که بگم یکی شاید واقعا ندیده باشی، ولی اگر بخونید مطمئنا همه رو میبینید. یه جوری پیدا کنید دیگه، جا خالی زیاد سخت نیست دیگه، تای سالون هم یکی بلد باشه میتونید اینو پیدا کنید دیگه. پرش کن. قسمت سوال 2 درست یا غلط؟ درست یا غلط؟ نباید اینو بگم، ولی یه پیشنهاد میکنم اگه هیچی بلد نیستید، شرایط هم یه جوری شد که اصلا نشد تقلب کنید، همه رو بزنید درست، علکی نهید این برون، همه رو درست بزنید بالاخره در. بعدی که رفتیم سراغ ترکیبیات، بعدم رفتیم باز به همین شکل دیگه، رفتیم سراغ دوباره این گاما بود دیگه، دنباله ها بود که گفتم. اینو خسته نباشید بچه، تا بریم سراغ یه سوال دیگه.